قسمت هفتم از مجموعه سرگردان های فضای مجازی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا سید الانبیاء والمرسلین و على آله و صحبه اجمعین. خب دوستان، بدون از مقدمه میریم سراغ قسمت دیگر از گفته های آقای کمال حیدری، شخصی که مدعی هست قرآنی که بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل شده و قرآنی که امروز ما داریم آن را میخوانیم پناه بر خدا، طبق ادعای وی این آن قرآنی نیست که بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل شده باشه. واقعا حیفه. قرآنی که 1400 اندی سال نسل در نسل در خانه های ما به صورت مکتوب بدون از تغییر یک کلمه و یک حرف و یک حرکت موجود بوده، قرآنی که از همون قرون اول اسلام هزاران هزاران نفر آن را در سینه های خود حفظ داشتن بدون از تغییر یک کلمه به یک حرف به یک حرکتان، آقا آمده بعد از این مدت با این سند بسیار عالی که هیچ کتابی چنین سندی عالی برای خودش نداره، آقا آمده این را پناه بر خدا انکار کرده. با هم ببینیم قسمت دیگر از سخنرانی ایشون را. حالا من بحث نمیخواستم از الان بگم، ولیکن نهو بدونید که هی نگید ایشون قرآن رو میخواد تحریف کنه. خب این قسمت را با هم دیدیم. آقای کمال حیدری، این کاری که شما دارین میکنین تحریف نیست، شما منکر قرآنین. نه اینکه ادعای شما همینه دیگه، ادعای شما همینه، آن قرآنی که بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شده طبق ادعایشون، و این قرآنی که ما داریم میخونیم این قرآن آن قرآن نیست، لذا اینه تحریف گفته نمیشه، اینه میگن انکار قرآن. واقعا حیفه. شخصی که هنوز به فرق معنا ما بین تحریف و انکار قائل نیست، یعنی اینکه این فرق این دوتا رو با هم دیگه متوجه نیست، آقا آمده اظهار نظر در مورد قرآن داره میکنه. واقعا حیفه. خیلی هستن دوستان، خیلی هستن واقعا مدرک دارن بلانس کلوری شما درک ندارن، و خیلی هستن یعنی مدرک آنچنانی هم ندارن ولی واقعا درک حقیقی دارن. متاسفانه آقای حیدری ما هم مدعی مدرک هست و هم مدعی درک، ولی فرق تحریف با انکار رو هنوز متوجه نیست متاسفانه. بریم به قسمت دیگر از سخنرانی ایشان. شما ثابت کنید این قرائتی که دست ما مالکیه پیامبر یا امام معصوم. بله. حالا خب آقای کمال حیدری، در نظر شما منطق چی هست برای اثبات یک موضوع؟ واقعا این همه دعواها و جنجالها و بگیر و ببندها و شکایتها، خلاصه در این دادگستریها و در مابین کشورها حتی همینطور در چرخشه، برای اثبات یک موضوع در نظر شما منطق شما چیه؟ چه چیزی باید برای اثبات یک موضوع آورد؟ برای قرآنی که ما داریم میخونیم میلیون ها میلیون نفر در طول 1400 سال هم با کتابت هم با حفظ شاهد بر این هستن که این آن قرآنی هست که بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل شده و کوچکترین کلمه یا حرف یا حرکتان هرگز تغییر نیافته. حالا شما در مقابل یک امتی در طول 1400 سال اندی آمدین نظری دو نفر را که آن هم مخدوش هست و غیر قابل قبول هست آن را قبول کردین. واقعا این یعنی عقل و منطق شما اگر شما را به این چیز راهنمایی میکنه، وای بر این عقل و دانش شما که باید بر این مورد گریست. یعنی ببینیم قسمت دیگر سخنرانی ایشون را. دقت کنید رفا، این قرائتی که دست ما هست قرائت کیست؟ به اتفاق همه مسلمان ها از همه روش ها با همه روش ها با همه مذاهب با هر مبنای کلامی با هر چی همه میگن این که دست ما هست حفظ هست از کی؟ آقا از عاصم. بله این قسمت هم با هم دیدیم. آقای کمال حیدری، در این هیچ شکی وجود نداره این قرآنی که دست شماست، آخه شما فارسی را درست متوجه نمیشین، همون برگه اول قرآنی که دارین میخوانین که این قرآن از فلان فلانه، بله در این هیچ شکی وجود نداره این قرآنی که دست شما هست این همون قرائت حفص از عاصم و عاصم از ابو عبدالرحمن سلمی و ایشون از حضرت علی و این از ایشون از محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است، و شما این عبارت فارسی را که در اول این سخنان خودتون خواندین متاسفانه خودتون متوجه نیستین که این برای چه موضوعی نوشته شده. ما غیر از این قرائت های دیگر هم داریم،
و میلیون ها میلیون نفر در طول سالیان سال یعنی بر این شاهد هستن. حالا همه امت محمد صلی الله علیه وسلم تا به حال بر این شهادت دادن که این همون قرآنی است که بر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل شده. لذا شما اینجا باید اینه میگفتین دیگه، میگفتین که بله همه امت محمد این را قبول دارن، ولی من منکر اینم. اگه اینو میگفتین دیگه حرف شما بسیار بجا بود و بسیار معقول بود. متاسفانه شما این حرفو نتونستین به زبان بیارین. ببینیم قسمت دیگر سخنان ایشون را. چون عاصم رفقا میتونن مراجعه کنن. این کتابی است از کتابای خوبه، المصحف و قراءاته. ببین دیگه، ببین دقت را دیگه، نمیگه القرآن و قراءاته، چون قرآن قراءت داره یا نداره؟ نداره، قرآن یکیه. خب واقعا این قسمت هم با هم دیدیم، واقعا تعجب میکنم من. آقای کمال حیدری، این گفته شما یعنی چه؟ قرآن قراءت نداره، این چه معنی داره؟ قراءت اصلا یعنی چی؟ آقا دوستان سرچی بکنین قراءت یعنی چی؟ این فضای مجازی است دیگه، سرچی بکنین چه معنایی رو میاره. قرائت یعنی نحوه خواندن قرآن. لذا این ادعای شما که میگیم بله قرآن قرائت نداره، این من چه معنایی داره؟ قرآن ما بر هفت لهجه طبق شهادت نبی ما نازل شده. داستانی بسیار معروف در کتب احادیث ما موجوده، در خیلی از کتابهای حدیثی ما آمده که حضرت عمر رضی الله عنه شخصی را دیدن که قرآن را بر یک منهجی بر یک لهجه‌ای دارن میخوانن برخلاف اون چیزی که ایشون یاد گرفته بودن. یقش گرفتن آوردن پیش نبی خدا که نبی خدا چیه این قرآن را خلاف آن چیزی که ما از شما یاد گرفتیم میخونه. بعد نبی خدا مشخص فرمودن که شما بخوان، خواندن. نبی خدا فرمودن که اینطور بر من نازل شده. بعد فاروق اعظم فرمودن شما بخوان، فاروق اعظم رضی الله عنه خواندن، نبی خدا فرمودن که بله اینطور بر من نازل شده. و در حدیث صراحتا فرمودن که انزل القرآن علی سبعه احرف، که بله این قرآنی که شما دارین میخوانین و بر من نازل شده، این قرآن بر هفت لهجه بر من چطور شده؟ نازل شده. لذا انکار این موضوع که این قرائت سبعی ما در امت داریم، این از کجا آمده؟ اگر واقعا قرآن قرائت نداره، این نسلا در نسل این از کجا پیدا شده؟ واقعا دروغ گفتن حالا برای خودش یه چارچوب قوانینی داره که دیگه مردم به این آسونی ها چطور میشه متوجه نشن. کسی میخواد دروغ بگم، اول که دروغ کنه حرامه در هر صورتش. حالا شما اگه میخواد دروغم بگین، به هر صورتی حالا میخواد شما دروغ بگین، لاقل این دروغ به یک نحوی ادا بکنین که دیگه لاقل به این آسونی ها نشه کسی متوجه، به این آسونی ها کسی متوجه اون نشه. لذا این گفته شما واقعا حیف آقای کمال حیدری با این ادا اطوارهایی که شما با این دستای خودتون در میارین و میخواین با این حرکات برای امت محمد صلی الله علیه وسلم در حقانیت کتاب آن شکی را وارد بکنین و پناه بر خدا افکار مسلمانان را نسبت به این امور به یک مسیر دیگه سوق بدین، شما هرگز در این مورد موفق نخواهید شد. الله امتحان به همه توفیق بده تا انشاءالله قسمت های بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.